خیلی از بچه ها سوال میکنن ما نقشه های جوراب و از سایت تهران باف که تهیه میکنیم چه سیلند روی نقشه ها و اینکه برای چه دستگاهی میخوره و چه سایز جورابیه بچه ها شما نقشه هایی که میخرید همشون بی ام پی هن به این صورت عکسن درست است و به همه نرم افزار های طراحی جوراب میخوره حالا ببینید شما دستگاهت یا از فرمت پس پشتیبانی میکنه از ایناست یا اینکه اچ ال با این نرم افزار باید کار کنی این نرم افزار و این نرم افزار خب حالا بیا من نرم افزار گلوری اچ ال باز کنم بریم نقشه رو ببینیم یه پروژه تعریف کنم اینجا صد اصلا سیلن دیویست اوکی حالا میرم سراغ نقشه ها ببین اینجا یه گزینه داره این نرم افزار Save از BMP این وره اینجا هم اوپن BMP ام که شما دارید از سایت تهیه میکنید یا همون نقشه ها BMP پس شما گزینه اوپن BMP رو میزنید میرید عکسی که نقشه که از سایت تهیه کردید رو میگیرید اینا بهتون نشون میده و ببین من رو هر کدوم از این عکس ها کلیک میکنم ابعادش رو به من میگه مثلا ببین این عکس 274 در 414 است یا این یکی ببین سیلندر بوده ابعادش 600 به فرض من اینو باز میکنم اوپن یس yes. اینجوری باز میکنه برام حالا شما مهم نیست که سایز جورابت چقدره بسته به نیاز خودت این نقشه رو جابجاش کن مثلا ببین من یه زوم اوت کنم این دکمه رو زدم از زوم میام بیرون و گزینه سلکت رو از اینجا انتخاب میکنم نقشه ای که دارم رو سلکتش میکنم میتونم جابجاش کنم اینو میتونی بذاری رو کف جوراب یا ساق جوراب و خیلی راحت بافتت رو ادامه میدید شما تنها کاری که نیاز انجام بدید خود در مفصل به پیشفرز نخبر تعیین میکنه این نخبرها رو شما باید جابجاش کنید و اون چیزی که رو دستگاهتون نیاز دارید پیاده سازی کنید و به همین سادگی میتونید بافتتون رو انجام بدید و براتون سوال پیش نیاد که آقا این نقشه ای که من سایت تهیه کردم ساق بلند بوده یا موچی بوده خودتون یه دو دقیقه وقت بذارید و تبدیل بزنید و نکته ای که هست برم سراغ این نرم افزار این یکی بازش میکنم اینجا گزینه فایل رو میزنی ایمپورت بی ام پی فایل داری ببین من اینو میزنم میرم فایل پیدا میکنم مثلا یکی دیگر رو انتخاب کنم به فرض این نخ براش اوکی میکنه اوکی میزنم به این نقشه رو به من نشون میده حالا اینو بر حسب سیلندری که داری برو تغییرش بده یعنی ببین اینو میتونم بکشم وسط یه دونه ولش کنم اینتر رو زدم که اوکی بشه به این سلکتش میکنم نقشه رو جابجاش میکنم خودم بهینه میکنم برای سیلندری که دارم و به خاطر همین موضوع شما برای همه این نرم رو میتونید این نقشه رو استفاده کنید نکته ای هم که هست ببین همه نرم افزارا از BNP پشتیبانی میکنن. ایمپورت BNP حالا میخوای اینو در قالب BNP ذخیره کنی اگه نرم افزار زبونش انگلیسی باشه شما بیا سیو از کانوست بزن سیو کانوس کانوست رو میزنی روی استاب یک بعد اینجوری هر نقشه ای که داریو میتونی در قالب BNP خودت هم ذخیره کنی برای ما یه دوره آموزشی برای طراحی جوراب درست کردیم تو سایت تهران گر... گردباف گذاشتیمش اگه میخوای طراحی جوراب و حرفه ای یاد بگیری میتونی اون پکیج رو تهیه کنید و اقدام به طراحی جوراب کنید رو اون دوره آموزشی ما طراحی جوراب برای دستگاه که از مینده پس پشتیبانی میکنن و از HLV پشتیبانی میکنن و کامل آموزش دادیم و این آموزش ها به قدری جامع است که شما میرید از اینترنت عکس میگیرید عکس رو تبدیل به نقشه جورابش میکنید و شروع میکنید به بافتنش و نکته بعدی هم که هست اینقدر این نرم افزار قابلیت دارن که با موبایل خودت میتونی از جوراب عکس بگیری و عکسی که از جوراب انداختی و بیای تبدیل به نقشه جورابش کنی و اینجوری میشه که خیلی از نقشه هایی که میان بازار سری کپی میشن به وسیله عکاسی از جوراب موفق باشید